خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، ساعت 2:01 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک، و 11:01 به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکاست. اگه مایل بودید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن 202-695-2573 میتونید پیام بذارید، میتونید تکست ارسال کنید و میتونید از طریق فیسبوک و ایمیل هم با ما در تماس باشید. امروز تصویر نداریم، دلیلش هم اینه که جایی بودم و نتونستم به موقع برسم و چند روزه که ما توی ویرجینیا مشکل بارندگی و اینها رو داریم و عیبی هم نداره. خیلی ممنون از دوستانی که اینجا هستن، امیدوارم برنامه ما رو با دوستان خودتون هم به اصطلاح شیر کنید، تقسیم کنید. من این تلفن بلنگوی اینجا رو روشن کنم. یه دوست خوب ما بعد از مدت‌ها، همشهریمون هم هست، کلاسی داداشمون، تماس گرفت، یه روزی از ما خداحافظی کرد، گفت من خداحافظی میکنم و یه مبلغی هم برای حمایت از تلویزیون مردم میفرستم. به کدام آدرس بفرستیم؟ گفتیم شما به همون آدرس قدیمی هم که بفرستی به دست ما میرسه، و نرسید. یا ایشون کم لطفی کرد و نرسید، یا نامه ما گم شد. میخوند بیچاره این حسن شجاعی، خون به رگ زال زمان شیر شد. بعد میخوند که بله. خب بیاییم و ببینیم اوضاع چه خبره. دو سه تا خبر خوب دارم. اولا اونایی که هنوز طرفدار آقای ترامپ هستن، واقعا توی آینه با خودتون یه مشورتی بکنید، ببینید دیگه از این شارلاتان دیوونه تر پیدا میشه یا نه. میدونید که میگن هر کسی میتونه بگه من با خدا صحبت میکنم، ولی وقتی میگه خدا با من صحبت کرد، این دیگه حسابش پاکه و از زمانه و از تاریخ میره بیرون. یکم فکر کنید ببینید کی این حرف رو زد. آقای شاه چندین بار این حرف رو زد، در کتاب مأموریت برای وطنم هم گفت که خدا به من مأموریت داده بود، و دیدین که چجوری این مأموریت رو نتونست درست انجام بده و آخوندا آمدن مملکت و ملت و دو دستی تحویلش از این تحویل گرفتن و رفتن، این بیچاره هم در به در شد. و اما آقای ترامپ، این روانی که تنها برگ برندهی که در دستش بود برگ اقتصاد بود، و الان این اقتصاد هم شده ترس اقتصاد، رکود اقتصادی پشت در، بیکاری. از اون طرف فکر کرده بودن که اینقدر کار اشتغال درست میشه، 500,000 تا نشده، عقب افتاده به طبق برنامهشون، درگیری ها یکی پس از دیگری. حالا همه اینا به کنار، این آقا آمده به کلیمیا میگه که شما اگه به من رأی ندید، نشون میده که به این مملکت وفادار نیستید، و یه جورایی هم طعنه زده که کلیمیا هرگز به مملکتی که توش زندگی میکنن وفادار نبوده و نیستند، و فقط و فقط وفاداریشون به اسرائیله. و از اون روز تالا داماد کلیمی ایشون، دختر کلیمی ایشون گم و گور شدن و صداشون در نمیاد. حالا صبر کنید ببینید چه خواهد شد. دومیش گفت که من سر کرد به آسمون و گفت من انتخاب شدم، یه نفر باید این کار رو انجام میداد و من انتخاب شدم، I'm the chosen one، یعنی همون قول معروف مثل کوروش که رفت کلیمیا رو آزاد کرد، از بابل آورد و اینها. و باز داستانه که آقا این کلیمیا ماجراشون چیه که توی بابل توی اون زمان هم اینا اسیر بودن، بعدم توی اروپا زمان هیتلر هم اینا زندگی خوبی نداشتن، بعدم حالا اینجوری. و برید بخونید یه مقدار درباره دوستان کلیمی بخونید. من یک نامه ای هم باز برای آقای بیژن خلیلی فرستادم، برایشون نوشتم شما به سه دلیل
جواب ندادی، یا اینکه خیلی مشغول هستی، خب میدونم دنبال پول و کار کاسبی هستی، برنامه رو ندیدی، یا اینکه گفتی که جواب احمقان یعنی سربی خاموشی است، یا اینکه گفتی سربی حرف حق میزنه و حق حرف حق جواب نداره. خب این بماند. اما دوستان، نزدیکان ترامپ ازش رو برگردوندن. کسی که آمد و چند روز سخنگو یا مسئول ارتباطاتش بود و اینها، الان آمده بر علیهش و این هم که تحمل هیچ انتقادی رو نداره شروع کرد به فحاشی و تهمت به خود این و زنش و اینها، و حالا اونا یه گنگی شدن به اصطلاح در مقابل ترامپ. و تا الان که ما صحبت میکنیم سال 2020 این آقای چمنارا حالا نشسته میخنده ها، میگه به سربی گفتم بابا جون 2020 یه اتفاقایی میفته. سال 2020 اینجوری نیست که ترامپ در مقابل یک دموکرات وایسه. ترامپ باید اول در مقابل چندین جمهوری خواه قد علم کنه و با این آمارایی که داره، با این حرفایی که میزنه، با این هلوسینیشن، هلوسینیشن یعنی مالی خولیایی که پیدا کرده، مردم جمهوری خواهم احتمالاً به این رأی نمیدن. و یکی از همون آقایون پیش بینی کرد، برآورد کرد که ترامپ با این اوضاع اقتصادی ماه مارچ 2020 مجبوره که کنار بکشه به 1001 دلیل. یکی از اون دلیلا این حمایتش از اسلحه هست، دروغ گفتنش که بعد از کشتار چندین نفر در والمارت در الپاسو تگزاس رفت اونجا، مثل کسی که مسابقه دو پیروز شده باشه، انگشتش رو به علامت موفقیت آورد بالا و عکس گرفت و لبخند زد، هم خودش همین زن احمق‌تر از خودش. و بعد از اون گفت که ما یک کاری میکنیم که به اصطلاح بدون تحقیق درباره سوء سابقه این و اون کسی نتونه اسلحه بگیره. ولی رفت NRA با National Rifle Association باهاش صحبت کردن، گفتن ببین پارسال هم ما 30 میلیون به تو دادیم، چی انتخابات قبلی هم ما 30 میلیون به تو دادیم و حمایت بی‌دریغ از تو که تونستی قبول بشی. فکر میکنی که کی هستی یا چی هستی؟ آمد بیرون گفت بابا هست، اصلا سوء سابقه و اینا هست، احتیاج نداریم. و این مردک فلیپ فلاپ، یعنی کسایی که از این رو به اون رو میشن، از این رو به اون رو میشن. و خبر خوشحالی دیگه این که آقای دیوید کوخ یا دیوید کوخ هم رفت از این دنیا. اینو برادرش، دوتا موجود کثیف و پلید که سالهای سال انتخابات آمریکا رو تبدیل کرده بودن به پول بده رای بخر. برید درباره این دو برادر هم تحقیق کنید اگه وقت داشتید، درباره اون دو برادر دالاس هم تحقیق کنید که اینها در زمان مصدق چه بلایی به سر ایران و ایرانی آوردن. و جالبه که همین واشنگتن این و یه فرودگاهش به نام ریگان هست، یه فرودگاهش به نام این برادران دالاس. خب اجازه بدین چون از دوستمون صحبت کردیم و گفتیم ایشون لطف کرده پیغام گذاشته، پیام ایشون رو ما پخش کنیم و بعد بریم سراغ آقای مهدی تبریزی مهدیزاده، یا مهدی مهدیزاده تبریزی، و برنامه‌ای رو که به عنوان شب شریفان الان سالهاست میذارن و این هفته به جای شنبه شب یک شنبه شب هست. دلیلش هم اینه که میگن یک شنبه و دوشنبه میشه همون 26 که ما دوست داشتیم و دوست داریم. بشنویم صحبتای این دوستمون رو. بله ببینیم که not now، 1:36. آقای سربی امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید من متوجه شدم یک گرفتاری بین شما یه خانمی تلفن زده پیش اومده، عنوان محلل خدمت شما تلفن میکنم. اول که این خانم میفرمایند آقا همینجا وایس، دوست عزیز، محلل معمولا وقتی که بین زن و شوهری
طلاق میشد، یه بار، دو بار، اون طلاق سه بار که میشد، اینا دیگه نمیتونستن به هم برگردن. بعد این آخونده سوء استفاده کرده بودن و میگفتن به عنوان تنبیه این مرد باید یه محللی پیدا بشه، معمولا هم محلله خودشون بوده. حالا خدایی نکرده شما که آخوند نیستین و ما با این خانم رابطه ای نداشتیم و در هر صورت این مثالی که زدید کمی بی ربطه، ولی اب نداره. من چون اخلاق شما رو میدونم، همیشه شما گفتید دیگران رو تحمل کنیم و بذاریم حرفشون رو بزنن اینها، و خود شما هم به نوعی یه جورای هواداری میکردین از مجاهدین و حتی میگفتید که الان کسی در صحنه نیست به غیر از اینها. امروز شما دنباله پیامتون رو گوش کنیم، یه چیزی میگید که من باهاتون مخالفم، بفرمایید. افتار هستن این کاری رو که آقای رجبی خانم رجبی دارن. ببخشید دوستان، یکم از اولش برگردیم، از قبلش که ایشون میگه این خانم گفت که من طرفدار هستم، این خانم گفت من هوادار هستم، ولی شما اون چیزی رو که میگید درسته، بفرمایید. عنوان محلل خدمت شما تلفن میکنم. اول که این خانم میفرمان طرفدار هستن این کاری رو که آقای رجبی خانم رجبی دارن میکنن، طرفداری نیست. طرفداری مال تیم فوتباله، یا ایشون هستن یا نیستن، پریود. خب همین، ببینید دوست عزیز، اگه یادتون باشه خود شما وقتی به من گفتید که آقا اینها تنها گروه مجهز، و گفتم اولا مجهز به چی؟ به دسته جارو؟ بعد مرتب و ارتش آزادی بخش، گفتم آقا اینا ارتش آزادی پشمن، فقط گذاشته خانوما پشم بذارن. و به شما اتفاقا من همینو گفتم، گفتم شما اگر هوادار اینها هستید یا طرفدار اینها هستید، خب برید حمایتشون کنید، برید بهشون بپیوندید. و نمیشه که بگیم ما هوادار مجاهدین هستیم ولی برای خودمون یل یل تو آمریکا بگردیم. اون موقع که این ماجرای هوادار بود یا سمپات میگفتن، این بیچاره دختر پسرهای کم سن و سال و با هیجان و احساساتی رو از مدارس کشیدن بیرون، مجله میدادن دستشون، نشریه میدادن دستشون، و برای که بگن ما سازمان درست حسابی هستیم و بچهای زیر سن رو توی این سازمان درگیر مسائل نمی کنیم، گفتن اینها عضو نیستن، اینها هوادارن. و یک چیز رو من خدمت شما بگم، کسی که امروز در قرن 21 مثل آقای فیلابی 70 سالشه، مثل اون مرداد نمیدونم 50 سالشه، مثل اون علی 60 سالشه، هنوز میگه من هوا دارم، مثل آقای ترشیزی میگه من هوا دارم، اینا واقعا همون دختر و پسرای 13-14 ساله هستن که در همون 1357 فریز شدن، یخ زدن، منجمد شدن و موندن. ولی شما خیلی قشنگ میگی، میگی آقا این که تیم پرسپولیس و تاج و برق شیراز و نمیدونم تراکتور سازی تبریز نیست که شما هوادارش باشی، این که تیم ردسکین و تیم استیلر نمیدونم پنسیلوانیا نیست که شما یا هستی باشون یا نیستی. خیلی ممنون، اینو شما خیلی بهتر از من توضیح دادید، بفرمایید. از این به شما هم یه چیزایی گفتن، نمیتونید همینجوری بشینید پشت تلفن یه چیزایی رو بگید و بعد نتونید ثابت کنید. این کار من فکر میکنم در امریکا جرم حساب میشه. در صورت من تغییر دادم و به صورت محلل حاضر شدم. یه چیزی خانم گفتن خیلی باعث تعجب من شد، اون این که خانم رجبی گویا به جای آقای رجبی نشستن. ای کاش ایشون اینو 40 سال پیش گفته بودن یا یکم پیشتر، که ما وقتی پدرم فوت کرد به مادرم میگفتم شما برو جای پدرم بشین. البته خب این به مرور داره درست میشه، اینم یه قانون جدیدیه. موفق باشید. من برنامه شما رو بعد از وقت نگاه میکنم از یوتیوب اگه پخش بشه. روز خوبی داشته باشید. بسیار ممنون. باور نمی کنید وقتی امروز من دیر شد و دیر رسیدم، یکی از دلایلی که گفتم حتما باید برنامه داشته باشم همین پیام شما بود.
چون گفته بودی بعداً نگاه میکنم، گفتم حالا ما روی فیسبوک هم نوشتیم دو بعد از ظهر برنامه داریم، برنامه نذاریم این همشهریمون نگران میشه، اون دوستان هم شاکی میشن. من اول برنامه درباره آقای چمن‌آرا صحبت کردم و وقتی که من با خبر شدم که ترامپ قراره بر اثر این پیشبینی‌هایی که شده و این مالی خولیا و حرفای دیوانگی که میزنه و نگرانی که در بین مردم حتی طرفداراش ایجاد شده، ماه مارچ همون ایام بهار خودمون این مردک شالاتان از انتخابات خودش رو جنازه خودش رو بیرون بکشه و بره مردم رو رها کنه به حال خودشون، برای آقای چمن‌آرا نوشتم که اگر میخواهید شما بیاین در برنامه شرکت کنید، در این مورد صحبت کنید. متاسفانه این دوستان ایمیل ها رو تا آخر نمیخونن. یکی از اشکالات این اپوزیسیون مخالفین همینه که فوری هنوز نخوندن پاسخ میدن. ایشون پاسخ به من داد که قوانین من اینجوریه و من مثل یک اسب هستم که این برورم بسته و سرم به کار خودمه، ولی پاسخ ندادن. حالا اگر خواستن میتونن مهمون برنامه ما باشن در هفته آینده در این مورد صحبت کنیم. شما هم در این meanwhile به قول معروف توی این فاصله برید و یه مقداری راجع به این به اصطلاح جریانات اخیری که داره اتفاق میفته در آمریکا، ترامپ، ماجرای ترامپ با ماجرای پوتین. پوتین حتی امروز گفت که ما حالا به تلافی این که آمریکا میاد نمیدونم موشک میندازه، ما میخوایم موشک بندازیم. از طرفی یه ماجرای جاسوسی دیگه که رئیس یا سی ای او اوورستاک یه شرکتی به خیلی مبلغ 750 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم، سی ای اوش یا اون رئیس هیئت امناش کنارگیری کرد، گفت که من الان چند ماهه که با اون آقای وارن بافت صحبت کردم، گفتم اینا منو در یعنی FBI دولت اوباما اینو درگیر یک مسئله سیاسی عشقی جاسوسی کرده و این گفته چه کار کنم. اون بهش راهنمایی کرده، گفته الان دیگه از این به بعد هیچ حرفی نزنه، برو به FBI خبر بده. به FBI خبر داده و Department of Justice بهش میگن DOJ، احتمال زیاد اون تا چند روز دیگه میاد و اسامی یه عده‌ای میاد بیرون، میگن ممکنه به اصطلاح دست اوباما، دست کلینتون هم در این کار باشه. طرف گفت اون از A to Z که 26 تا هست، گفت اینا همه رو بعدن میگم، ولی XYZ یعنی اون سه حرف آخر حروف الفبا، گفت زی اون آقای کومیه. آقای کومی یادتونه رئیس FBI که ترامپ فایرش کرد، اخراجش کرد و از اون وقت این آتش جهنم برای ترامپ درست شد. دوستان هر دو هفتهی نیویورک به اصطلاح دادستانیش یه شکوایه میگن، شکایتی علیه ترامپ تحویل دادگاه میده و اینها بی صبرانه نشستن تا ترامپ از وایت هاوس بیاد بیرون، اونا ببرنش دادگاه و امیدوارم بگیرن و زندانیش کنن. پس خبرهای خوب تا اینجا خوب بود دیگه، نه؟ حالا بریم یه خبر بهتر بهتون بدم. آقای مهدی تبریزی یک فلایر چی میگیم؟ پوسترهای کوچیک اینها رو فرستاده و من هم اینجا اگه بتونم بازش کنم برای شما نشون میدم، چون من وقتی اینو دیدم به ایشون تماس گرفتم، گفتم اولا شماره تلفن من عوض شده. راستی دوستان اون تلفنی که ما به شما تبلیغم کردیم، گفتیم 25 دلار میدی اگرم نخوای از کارتت بگیرن 30 دلار در ما، این چند روزی که من داشتم از 5 آگوست تا امروز که یعنی 20 روز هم هنوز نشده، دوستان گفتن آقا صدات خوب نیست، گفتیم ای بابا ما صدامون به این قشنگی هر جا میریم میگن آقا شما صدات خوبه، شما میگی صدات خوب نیست. گفت نه بابا، منظورم صدات تو تلفن قطع و وصل میشه. یه مقداری به اصطلاح پیگیری کردیم، دیدیم که این سرویسی که ارزون میدن همون ضرب المثل معروف خودمون، هیچ ارزونی بی علت نیست و هیچ گرونی بی حکمت نیست، اونه.
حالا یه شرکت دیگه هست به نام ویزیبل، این گویا تعداد زیادی خط که نیست سیگنال از ورایزون خریده، میگه ما روی همون آنتن ورایزون، میدونید که ورایزون بهترین رسپشن رو داره و یادم سال 2001 هم من اون موقع هم با اسپرینت بودم و وقتی ماجرای این بمب به اصطلاح ساختمون های دوقلو پیش آمد و انفجار و اینها، آمدن گفتن که بهترین سرویس که میتونه حتی تو تونل ها آنتن گذاشته و میتونید شما صحبت کنید اگه جایی بمبی منفجر شد، درگیر شدید، گرفتار شدید توی ساختمونی، ورایزنه. ورایزن اونایی که یه مقداری از فرکانس و سیگنال میدونن میگن که سیگنالش توی بیلدینگ های بزرگ جاهای مختلف، بیلدینگ آهنی و اینها پنتروید، یعنی میره داخل اونجاها. یادتونه اولایی که این موج اف ام آمده بود، رادیوهایی که یادتون اون وقتا ای ام بود، حالا بعد شورت ویو بود، بعد اف ام که آمد، گفتن اف ام دیگه اینجوری نیست، شما هی باید رادیو تو این ورور بچرخونی، و اف ام گویا از بالا میزد به اینها، که من خیلی تو الکترونیک وارد نیستم و همینجا ولش میکنیم. در اصل این شرکت اسمش هست ویزیبل، میگه ماهی 40 دلار، ماهی 40 دلار دیگه نمیخواد بالاش هم تکس و مالیات و سورچارج و اینها بدی، میگه همه چیز اینکلوده، یعنی صحبت کنید، تکس بفرستید، ویدیو نگاه کنید، حتی یک قدم رفته جلوتر برای دوستانی که اینو استفاده میکنن بهش میگن پرسونال هاتسپات. پرسونال هاتسپات، شما میتونی مثلا تو ماشینت، تو دفتر کارت، یه جایی اگه اینترنت نیست از تلفنت پرسونال هاتسپات درست کنی و به کامپیوترت، به لپتاپت، به آیپدت یا به یه تلفن دیگه وای فای بدی یا اینترنت بدی. اینم از این ماجرا. اون رو هم گذاشته انلیمیت. توی این فاصله براتون حرف زدم که سرتون گرم بشه تا من این گردهمایی شنبه شبها رو به شما نشون بدم. خوشم میاد، گفتم همیشه دوستان ما ایرانی آدمای جالبی هستن. چرا؟ از یه جایی شروع میکنن، بعد میبینن ای بابا این نشد، عوضش میکنن و اصلا براشون مهم نیست که خودشون چی گفتن، چه کار کردن، و برای هر کاری هم انجام میدن یه دلیلی دارن. اجازه بدید من دو تا 4x3 به شما اینو نشون بدم. اونایی که 4x3 رو میدونن میدونن صفحه های تلویزیونی اینجوری اندازش، نسبتش، ریشیوش نسبت میشه دیگه. بله، ببینید این بالا گرده همایی های شنبه شبها، شب شریفان، نوبلز نایت میشه بسته، شب پدران، مادران و فرزندان شادمان، شب دوستان و نزدیکان مهربان، شب فخر ایران. با حضور خود به رونق گرده همایی های شنبه شبها بیفزایی. خب حالا ما اینو میبریم یکم بالاتر، بعد میایم پایینش هم برای شما میخونیم. از اینجا معمولا وقتی یک کسی یه چیزی رو میخواد در دو قسمت نشون بده برای که بگه تقلبی نکردم، ادیتی انجام ندادم، میبینید تا اونجایی که ما این خط رو خوندیم با حضور خود به رونق، اونو دوباره شما اینجا نشون میدید. خوشم میاد اینایی که واردن تو پیامهای تلفنی، وقتی که پیام میذارن اگر حتی اون ضبط صوت پیامگیر زمانش قطع میشه، طرف دوباره آخرین جمله تو پیام اولی رو به عنوان اولین جمله تو پیام دوم میگه. اگه یادتون باشه موقعی که DVD گرون بود و اولایی بود که CD آمده بود و فیلمای سینمایی رو مخصوصا ایرانی ها رو دوتا CD ضبط میکردن، دوتا فیلم یه ساعته رو شما وقتی مجموعش نگاه میکردی مثلا به جای دوتا یه ساعت دو ساعت، این فیلم 2 ساعت و 2 دقیقه بود، 2 ساعت و 1 دقیقه بود، چون اون وسط که قطع میشد بعد CD دوم یه 1 دقیقه رو هم از اون باز به شما نشون میداد که بگه ما جایی رو قطع نکردیم. داستانهای شب هم اگه یادتون باشه، امشب وقتی میگفت این آمد و زد و کشت و اینها، حالا دیدار نمیدونم به فردا و به اینها، فردا یک کمی از اونو باز میگفت، هم به عنوان یادآوری، هم شما بدونی کجا تموم شده.
برگردیم با حضور خود به رونق گردهمایی های شنبه شبها بیفزایی. توی این آرم و علامتشون هم شما هر چی بخوای اینا گذاشتن: God Grape Shape 26، God Grace یعنی رضای خدا، حالا 20 هم اضافه شده، اینجا هم نوشتن 26 یونیورسیتی یعنی دانشگاه 26، بعد محل گرده همایی 8600 A Building Old Courthouse Road ویانا ویرجینیا 22182. ایمیلشون هم هست tu26gg@gmail.com. وبسایتشون هم که یه مدتی فعال نبود الان هست 26university.org. به نظر من وبسایت رو باید .edu میگرفتن، چون یه قانون ننوشته‌ای هست که اینایی که تو کار ایژوکیشن و اینها هستن، دانشگاه، مدرسه، فعالیت‌های فرهنگی، اینها میره تو قسمت ایژوکیشن و اون EDUه. حالا دوستان گرفتن، ما هم کاری نداریم. بله، میگه که آقا کسی که هنرستان برق خونده چطور از الکترونیک حالیش نیست؟ مگه میشه؟ البته ایشون شیرازی نوشته می میشه هاکاکو میشه. ببین، شما توی چند سالی که درس میخونی رشته برق و اینها، الکترونیک حقیقتاً چیزی بهت نمیگن، یه خلاصه‌ای میگن. و چون به من یه خلاصه‌ای گفتن، البته من دوتا داداشام الکترونیک هستن، الکترونیک خوندن، و داداش ما که یکیش توی دانشکده همون الکترونیک شیراز تدریس میکرد، یکی دیگرش هم که اینجا تدریس میکرد و اینها الکترونیک رو، ولی با همه اینها انقدر این دامنه الکترونیک بزرگ شد و یه دفعه گسترده شد و من در این دریای الکترونیک، عزیز برادر، ممکنه یک قطره بدونم. حالا شما چون لطف داری ممکنه یک لیوان بدونم، ولی این یک دریای. اصلا شما نگاه کن، خود اینایی که الکترونیک خوندن، ببین رشته هاشون چند قسمت شده و به کجاها رسیده. در اصل ممنونم همین که شما اعتبار میدی که ما دو کلمه درس خوندیم، حالا اینجا باید اونم بدونیم، خودش خیلی خوبه. دوستان، برزیل داره در آتش میسوزه، جنگل‌های آمازون. البته این آتش و آتش زدن، یکی آتش سوزی طبیعیه، یکی آتش سوزی مصنوعیه که همیشه کشاورزا، مزرعه‌دارا این کار انجام میدادن به چند دلیل. یکی، وقتی یه چیزی میسوزه، اون باقی موندهش، اون خاکسترش، اینها زمین زراعی اونجا رو غنی میکنه، قدرت بهش میده. حالا نمیخوام بگیم مثل کود بهش تغذیه میشه فلان مواد غذایی میده، ولی حالا اونم باید یکی بیاد توضیح بده. و این کار تو کالیفرنیا میشه. و یکی دیگرش هم طبیعت این کار انجام میده. شما نگاه کنید، همین الان که من دارم نگاه میکنم بیرون، یک درخت کاج ما، این طوفانای چند روز گذشته ما دو تا طوفان بزرگ داشتیم که یکیش بالای منطقه ما وایساده بود حدود یک ساعت و میگفت برین توی پستو، برین توی بیسمنت فلان اینها، یکیش هم روی به اصطلاح بالای سر شنتیلی وایساده بود. فکر کنم این دو تا محلی که خونه ما بوده و هست از نفرین مجاهدین و نفرین شاه‌اللهیا دوچار طوفان شده. البته همون موقع آدم خندش میگیره، میگه خب اگر به نفرین و دعای گربه سیاه بارون میاد، خب این چرا احمقا برای موفق بودن خودشون دعا نمیکنن؟ بماند. بله، این الان درخت ها که میریزه، هرچی هم ما جمع کنیم و بریزیم تو آشغال و نمیدونم این یارد یا همون حیات رو تمیز نگه داریم، باز این برانور که میریزه، خود اونها دوباره تولید مثل که نمیشه گفت، ولی این همون راز بقا هست. حالا شما میگی خدا این کارو میکنه، یکی دیگه میگه این طبیعته،
یکی دیگه میگه که یک نظمی هست که من نمیدونم چیه، آقای حسن فیروزی اینو میگه. دیگه اون با خود شما هست که با خودتون به اصطلاح اینو حلش کنید. و اما میگه که ببینیم که آتش سوزی در آمازون، آمازون در آتش و رهبران آمازون و رهبران برزیل و فرانسه دارن با هم دعوا میکنن. این عکس من به شما نشون بدم، شما ببین این عکس دیگه خودش همه چیز رو میگه که این بیچاره برزیل و آمازون، بله آمازون در آتش، دعوای رهبران برزیل و فرانسه. جنگل های آمازون که همچنان در آتش می سوزد به بحران زیست محیطی و دعوای سیاسی بین المللی نیز بدل شده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه پنجشنبه 31 مرداد در صفحه توییتر خود به انگلیسی و فرانسوی نوشت خانمان به معنی واقعی کلمه دارد می سوزد. جنگل های بارانی آمازون، این ریه های زمین که به تنهایی 70% اکسیژن ما را تأمین می کنند آتش گرفته. این یک بحران بین المللی است. قرار ما برای گفتگو درباره این وضعیت اضطراری 2 روز دیگر در نشست گروه 7. این گروه 7 رو اگه یادتون باشه اون وقتا میگفتن گروه 8 G8 بود و روسیه کردنش بیرون. حالا آقای ترامپ نگران خودش و آمریکا نیست، نگران اینه که روسیه رو برگردونه. و اصلا دنیا یک بی‌نظمی دوچار شده که هیچ کس نمیدونه فردا به کجا میره. ولی صحبت از اینه که میگن روسیه با تمام قوا، چین با تمام قوا، اینا سعی میکنن که ترامپ دوباره بشه رئیس جمهور. دلیلش اینه که میگن وقتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشه دنیا رو در یک بی‌نظمی خاصی چنان قرار میده که کشورهای دیگه نمیتونن متحد بشن. و این کارایی رو که چین و روسیه دارن سر دنیا در میارن جلوشون وایسن. اینم آخرین خبر که هیچ جا شما نمیگیری به غیر از تلویزیون مردم، که ما خبرگزاری معتبر و خبرنگارامون در سراسر دنیا پخش هستن. کیا هستن اونا؟ شما هستید. خب امروز 23 آگست سال 2019 است و جمعه هست، اول شهریور 1398. مرداد هم گذشت، شهریور هم آمد، حمایت فراموش نشه. این برزیلی ها گفتم اصلا خودشون از قبل اعلام کرده بودند که ما چند منطقه رو باید آتش بزنیم، ولی میگن اولا به عنوان دسیسه یه جایی رو آتش زدن که نباید آتش میزدن و الی آخر. اون اگه مایل بودید برید تحقیق کنید، اگه چیزی خواستید و یاد گرفتید به ما هم به اصطلاح بگید. این هم از این ماجرا. و اما از برزیل ببرمتون به شبه نظامیان عراقی که پایگاه، بله میگه شبه نظامیان عراقی، اینجا رو داشته باشی، تحت حمایت ایران گفتند پایگاه های آمریکایی در تیررس موشک های ماست، یعنی ما هر وقت بخوایم اینا رو میتونیم بزنیم. حالا این عکسی که اینجاست من نمیدونم فوتوشاپ چیه، چون اینجا این پشتش پرچم لا اله الا الله با این رنگی که گذاشته، این مال آیسیسه و آیسیس هم اون حکومت اسلامی شام و سوریه و اینها هست که ترامپ این را هم به دروغ، اینم یکی از 12,000 تا بیش از 12,000 تا دروغش بود که من آیسیس رو از بین بردم، الان میگن نه خیر همچین خبری نیست، دوباره آیسیس داره قوی میشه و نفرگیری میکنه و اینها. در هر صورت این به نظر من عکس
ساختنیه و الا هیچ وقت اون آقا اینجوری وای نمیسه اونجا، این دوتا از این وری نمیرن، اون از اون وری نمیره، و این عکس ها رو بعض وقتا یعنی بدونی که بخوان یا خواسته اینجوری میکنن که به من و شما یه چیز غلطی رو الحاق کنن. میگه به جنگل های آمازون میگن 6 تا ریه کره زمین در سال قبل 75,000 آتش سوزی داشته، ولی این یکی مثل که خیلی دو برابر آتش سوزی های چند سال گذشته است و یه مقداری ترسناک شده. حزب الله شاخه ای از این حشد شعبی عراق آمریکا را تهدید کرد. اگر ببینید اینا احمقا خودشون هم با خودشون می جنگن، حزب الله دنبال اونه، نمیدونم اون یکی دنبال اونه، ISIS دنبال القاعده، القاعده دنبال طالبانه، اینا میشینن میخندن به ریش اونها و آبرویی از مسلمونا بردن که الان یه فیلمی ساختن، یه گزارش هست میگه What would you do؟ یعنی شما چه کار میکنید اگه توی همچین شرایطی؟ میان ست میکنن، تنظیم میکنن توی رستورانی مثلا 4 تا هنرپیشه نشسته، اینا نقش بازی میکنن ولی مردم نمیدونن. مثلا خانمه یه نفر بهش حمله میکنه، میگه تو چرا اومدی اینجا، تو مسلمونی، تروریستی؟ بعد ببینن عکس العمل مردم چیه. این قشنگه، روی یوتیوب هم هست، میتونید برید نگاه کنید What would you do؟ و برنامه های جالبی داره، مثلا نشون میده یک کسی که خارجیه میاد یه جایی، یک احمق آمریکایی میگه که اینجا کشور منه، برو بیرون. بعد شما میبینید که مردم عادی معمولی توی اون فروشگاه یه عده دفاع میکنن از این، میگن نخه اینجا کشور همه است، یه عده از اون احمقه دفاع میکنن و میگن بله این درست میگه و باید شما از این کشور برین. در هر صورت اخیراً در 4 زاغه و انبار مهمات این حشد و شعبی در عراق، این مثل حشر مشری میاد، در عراق انفجار روی داد. رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق انفجار روز 12 آگوست در یکی از انبارها را نتیجه یک حمله هوایی خوانده است. میدونید که اسرائیل با پررویی زیاد، باز دوباره همون ماجرای سر لیبی و کشورهای دیگه سالهای سال آوردن، الان دارن توی خلیج فارس با حضورشون و توی عراق با حمله به آخرین نقاط عراق نزدیک به ایران، حالا چون F-35 دارن حمله میکنن. و فردا اگر یه عراقی، یه ایرانی، یه سوریه‌ای یکی از این هواپیماها رو زد، همین آقای نتانیاهو ننه غریبن بازی در میاره و میدوه میاد اینجا، دوباره پول بدین و دوباره اسلحه بدین و وای که چطور شد که ایتو شد. هشدارو نه اینو براتون بخونم، میگه هرچند هیچ گروهی تا به امروز مسئولیت انفجارها و یا حمله به انبارهای حشد شعبی را بر عهده نگرفته است، اما دولت بنیامین نتانیاهو مظنون اصلی است. همین که سوربی از اون بالاش به اصطلاح پیدا کرد. بله، میگه که سوربی امان از این فارسی نوشتن و فارسی خوندن، منظور من ریه یا شش بود که اینجا تو خوندی شش، عدد شش. بله اتفاقا اون آقای امانوئل ماکرون گفته بود که این ریه ما هست، حالا اینجا این دوستمون اصلا کلمه رو عوض کرده، به صورت شوش نوشته. یادم تهران اون خیلی ما چاکتم شوش نرفتیم، نمیدونم اصلا یعنی چی کجا بود، ولی اتوبوس ها و تاکسی ها و اینها میدون شوش داد میزدن، فریاد میزدن. بمانه، خیلی ممنون. پس آقا ریه ما هم، حالا ببینید بهتون عکس نشون بدم، شما میگین این سوربی این عکس ها رو کجا داره که الان امروز که اون یکی داره از ریه و از اینا صحبت میکنه، این عکس رو ما نشون میده. خب اینا رو جمع میکنیم هر از گاهی و به شما هم نشون میدیم اینه، یا اصلا بیارم بذارش تو دستگاه. وقتی میذاریش تو دستگاه خیلی بهتر میشه. پلیر 4 اینجوری یک لحظه. این یه نفر یه زیر سیگاری ساخته، به نظر من خیلی قشنگ دیزاین یا طراحی قشنگی بوده و خیلی با فکر و خیلی هم ترسناک. شما نگاه کنید، این همون ریه یا شوش یا شوشیه که
دوستمون نوشته و ششیه که من خوندم. شش ریه، دو تا ریه داریم این ورور و اینا کارشون اینه که مثل که اکسیژن میگیرن و به تمام بدن میدن و همین باعث قرمز موندن خون و اینها هم این هست. و اینجا سینگاپور، کشور سینگاپور، اون انجمن مبارزه با سرطان، البته اینجا نوشته سینگاپور کانسر سوسایتی، یعنی انجمن سرطان سنگاپور اینو درست کرده به عنوان زیرسیگاری و میگه شما وقتی سیگارو میکشی خاکسترشو میریزی اینجا، عین اینکه این خاکستر رفته توی ششت، توی ریت، و اینجوری میشه. حالا دیگه خود دانید. اینجا هم تبلیغای زیادی هست، یه خانمی میاد بیچاره با اون لوله‌ای که به گلوش بسته شده اون لوله رو بر میداره صحبت میکنه و میگه من پنجرمو از دست دادم و اینها به خاطر همین ماجرای چیز هست به اصطلاح ریه و اینها. خب میگه انقلاب با انقلاب تغییر قانون اساسی، انقلاب تغییر قانون اساسی با بیانیه 11 جون 14 تن شروع شده. طبق پیشبینی در کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی صفحه 111 کتاب را بخوانید. تا نوامبر سال 2020 آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اگر ایشان به پیام من گوش میداد و گوش بدهد، چون ایشون به آقای چمنارا براشون پیام میفرسته و قانون اساسی در ایران عوض شده شود، ایشان برای 4 سال دیگر رئیس جمهور خواهد بود. آقا حالا من یه چیزی به شما میگم، خداییش میگم، الان مردم آمریکا رسیدن به یک جایی که حاضرن رکود اقتصادی بشه، ولی این مرتیکه شالاتان پلید مسلک گورش رو گم کنه بره هر جا که میخواد. مردم الان شما تا میگید رئیس جمهور بمونه میگن آقا نمیخوان، حتی اگه آخوندها هم میمونن اونجا و قانون عوض نمیشه، ولی این کثافت شالاتان دروغگویی که بیش از 12,000 دروغ در 1,000 روز گفته، یعنی هر روز این بین 12 تا 15 تا دروغ میگه. آقای چمنارا، دوستان دیگه، آقای نمیدونم مانوک خدا بخشیان نادان که به این میگی ترامپ شیردل، که بزدل بیشتر نیست، کسی که حتی با وجود که تو ارتش بوده نرفته جنگ ویتنام، گفته یه میدونید یه استخون پای من درد میکنه، پول دادن به یه دکتری، باباشم پولدار بوده نرفته. حالا ما چقدر بدبختیم، ما چقدر بزدلیم که یک بزدل آمریکایی برای آقای مانوک خدابخشیان شده ترامپ شیردل. خجالت بکشید، خجالت بکشید، برید آقا وقت بذارید با بچه هاتون، با نوه هاتون، با دوستان همسن و سالتون، مزخرفاتتون رو در به اصطلاح جاهای عمومی، رسانه های عمومی نگید، برید 4 نفر بگید به دروغ خوش باشید، آخر شب هم یکی لیوان عرق بخورید، برید هر کثافتی میخواین با همدیگه داشته باشید. این مانوک خدا بخشید. و اما همونجوری که گفتم با آقای چمنارا گفتم که اگه دوست داشتن بیان در هفته آینده، اتفاقا فکر این بودم که اگه امروز بیان، چون آقای لادن برای من نوشته بود که این جمعه و جمعه هفته آینده نمیتونن با من و شما باشن، من وقتی که این نوشته رو دیدم و اون برنامه ها رو دیدم که ترامپ داره میاد، همون موقع به یاد آقای چمنارا افتادم، از ایشون دعوت کردم، ولی ایشون جواب دعوت رو نداد. و این یه چیز معمولیه تو ایرانی ها، نمیخونن، نمیدونن سوال طرف چی بوده ولی جواب میدن. این عکس از این رئیس جمهور، الان نخست وزیر، پرایم مینیستر انگلستان، قیافش رو نگاه کنید. البته این مال اون ماجرای قبل از انتخابات اینه، ولی امروز هم نشون میداد که این توی ماجراهای انگلستان مونده و به هیچ وجه تا آخر اکتبر اینها نمیتونه اون برگزیت یا خارج شدن انگلستان رو از اروپا به انجام برسونه. یه دوستی گفت آقا من روزی انقدر به شما میدم که شما این عکس مجاهدین که گفته بودن ما میخوایم آمریکا رو یک ویتنام دیگه بسازیم
به اصطلاح بذارید. گفتم نه آقا، من با مجاهدین دشمنی و خصومتی ندارم، من تنها تلویزیون ایرانی بودم آقا، به گواهی تاریخ، تاریخ و سند و مدرک، من به گواهی خود همین مجاهدین از علی آقای کانادا گرفته که پول حمایت رو میذاشت توی چی میگن پاکتی، اگه من نمیرفتم میداد به آقای فیلابی، آقای فیلابی میداد به ما، حالا حمایتشون میلیونی نبوده ولی همون 100 دلار 50 دلار، تا اون آقای مردادی که با کار کردن مکانیکی و کار سخت روزی 5 دلار 10 دلار میداد، ما ویدیوهای مجاهدین رو تو این تلویزیون نشون میدادیم، من مجانی میرفتم براشون فیلم برداری مجانی براشون پرموت میکردم، پرموت یعنی تبلیغ کردن، بلندگوی اینها بودن که اینا از لیست بیان بیرون. چیزی که هست اینا همچین که از لیست آمدن بیرون، آقا بهترین رفقای خودشون رو از بین بردن، لگد زدن. خب من خیلی باید احمق باشم که انتظار داشت باشم، ولی اینه آقا، اینها هست، این نشریه ها موجوده که میگه برای آمریکا ویتنام دیگر بسازیم. بابا تاریخ گذاشته، مجاهد شماره 36، تاریخ 20 فروردین 1359. حالا این زنی که میگه آقای مجاهد، مسعود مجاهد نمیدونم رأی نداده به قانون اساسی، حالا رأی داده یا نداده ما چیکارش داریم، ولی این احمق میخواست بشه رئیس جمهور همین حکومت اسلامی، این مزخرفات چیه؟ خانم بی سواد، خانم کم تحقیق، میای دهن کثیفتو باز میکنی و مغز کوچیکتو به همه نشون میدی. خب میگه که آقای چمنارا میگه والا بلا من همه ایمیل ها رو میخونم، شما به گفته های من توجه نمی کنی. خب حالا اینو بعدن با هم، این آقای چمنارا هر وقت میاد میگه بیار آن چه داریز مردی و زور، و میخواد میگه که با هم سرشاخ میشیم، گرچه خودشون هم خیلی لطف دارن به من، میگن نه من با تو سرشاخ نمیشم و اینها، فکر کنم میدونن شاخهای من تیزتره یا هیکل من گنده تره یا وحشی تره. در هر صورت ممنون و متشکرم دوستان عزیز، ویدیوهای آقای سهراب چمنارا را با اسم خودشون میتونید در یوتیوب ببینید و تماشا کنید، و نظرات خودتون رو میتونید در فیسبوک از طریق همون سهراب چمنارا با ایشون در میون بذارید. خانم طنازی میگه نخست وزیر آن در انگلیس در کاخ الیزه در مقابل مکرون روی مبل نشسته و پایش را روی میز گذاشت. این خیلی شوته، البته این کارا رو که کرد بعد گفتن آقا اینم مثل که خارجی بوده، مال لبنان بوده، باباش مال فلانجا بوده و الی آخر. من چون جمعه هست و آخرین روز هفته کاری آمریکاست به اصطلاح، اجازه بدید این عکسایی که توی این پرونده گذاشتم یه نشونی به شما بدم و اینا رو بعدن دیگه پاک کنیم و از هفته آینده بیایم با تینتی پاک، با پوشه پاک خدمت شما. اونایی که هی میگن آقای رضا پهلوی که خودش گفته که من هرچی مردم میگن، این رضا پهلوی یک آدم بی اراده‌ای هست، اینجا چند مدت پیش یعنی 2 سال پیش گفته بود اگر یک تصمیم گیر مسئول میخواهید بروید دنبال جمهوری، پس این مزخرفای پادشاهی و پارلمانی و انتخابات اینا رو بریزید تو سر سطل آشغال. این میگه در رگهای من الزامن خون سلطنتی نیست و اساس جمهوری خواه هستم، در اساس جمهوری خواه هستم. یه جوری اون شایعه هایی رو که میگفتنی اصلا بچه محمد رضا پهلوی نیست و به من اسمم دادن که این بچه کیه، ولی ما نمیگیم چون ممکنه مسئولیت داشته باشه، ولش میکنیم، اون شخص هم مرده. و اما یک نوشته ای رو از فروغ فرخزاد میخونیم، حالا در رابطه با آتش برزیل و آتش من و شمایی که بدون دلیل به هم میپریم، بدون دلیل به دلیل مخالفت فکری دشمن جانی همدیگه میشیم، تا حدی که دروغ میگیم، تهمت ناسزا میزنیم. این خانمه میگه من یه بار برنامه شما رو نگاه کردم، بعد خود احمقش میگه ما میدونیم منظورت از ما کیه، تو و شوهر که فکر نمی کنم داشته باشی، چون اگر تو شوهر داشتی یا طلاقت داده یا دغمرگ شده، منظورت از ما کیه؟ تو و یه سری دیگه از خودت احمق‌تر. و نتیجه تحقیقتون اینه؟
که سربی که خودش بارها گفته آقا بنده ایران نمیرم، اصلا ایرانم نمیخوام، برای شما ببخشید هم میگفتن اون دست خری که آماده است شما برو نوش جان کن. فروغ فرخزاد میگه در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت هم نشین شود آن را شکوفا میکنم، اگر با آتش تماس بگیرد آن را خاموش میکنم، اگر با ناپاکی ها برخورد کند آن را تمیز میکند، اگر با آرد هماغوش شود آن را آماده تخ میکند، اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد میشود، ولی اگر تنها بماند رفته رفته گنداب میگردد. دل ما نیز به سان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است و در تنهایی مرده و گرفته است. با هم بودنهای من را قدر بدانیم. همیشه بهتون گفتم این ضرب المثل ها نوشته های ایرانی رو خیلی جدی نگیریم، چون من و توی ایرانی اینو داریم که میگه به اصطلاح دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. خب اون کجا این کجا؟ این عکس رو قبلا هم بهتون نشون دادم، برای اونایی که فکر میکنن فقط آخوندها هستن که به لبنان کمک میکنن. ببینید آقای هویدا تبریک عید قربان را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معروض می‌دارد. در عکس آقایان آموزگار، خلدبری، پهلبد و هدایتی نیز دیده می‌شوند. شاهنشاه اسلام پناه گفتند مسلمانان برادران لبنانی را از یاد نخواهند برد. تو خود بخوان حدیث این مجمل میگن، مجمل میگن، هر چی که دلتون بخواد بگید. دونالد ترامپ has nearly doubled the US deficit. deficit همون به اصطلاح بدهیه، کسر بودجه و فلان این هاست. US federal deficit میگه که از دوره اوباما نگاه کنید، میگه 587 بیلیون بوده، بعد این سال اول ترامپ به 666 که هم عدد شیطانی هست هم عدد ساختمانیه که داماد این به اصطلاح خریده و ضرر داده و هنوز هم دارن ضرر میدن. یکی از ماجراهاش اون وامی بود که از قطر گرفتن، وقتی قطر گفت پولمونو بده گفت پولتو نمیدیم، اگه حرفم بزنی میری به دنیا میگیم شما تروریستین، و این کار را عملا انجام دادن. سال دوم شد 779 بیلیون و سال 2019 شده 1 تریلیون. US deficit balloons 17% the highest level since 2012. این کسیه که میگفت من به مجردی که بیام رئیس جمهور بشم این بدهی ها را از بین میبرم، ولی اونایی که عاقلان میگن عاقلان دانن، اونایی که عاقل بودن و میدونستن گفتن آقا این یه جورایی هم درست میگه، چون این به همه دنیا بدهکار بود و میزنه زیر بدهکاریش، میگه جون خدا میگیره فلان و طلبکار. ولی مردم ساده دل کشاورزا فکر میکردن، یا اونایی که تو صنعت آهن اینها هستن فکر میکردن این مسئولش اینه که مقصودش اینه که یعنی میره پول میده بدهیهای آمریکا رو به چین و کشورهای دیگه و جاهای به اصطلاح سرمایه‌داری فلان نه از بین میبره. و این اصلا میگه من با بدهی بزرگ شدم. چرا؟ چون اینم یکی از حرفای ضد و نقیضشه. از اون ور میگه من انقدر پولدارم که نگو و نپرس، از اون ور میگه من همه زندگیم بدهیه. اینا با هم نمیخونه. اینم مجله اشپیگل که عکس این بوریس جانسون رو گذاشته بود، این رو هم قبلا بهتون نشون دادم، ولی چون جمعه هست بد نیست در کوچه های شهر ما یک چرخی هم بزنیم و از هر دری سخنی گفته باشیم. و این ماجرای ریسشن، اینم همون رکود اقتصادی که داره میاد در راه، و میگن تنها چیزی که بعد از این همه دروغ، بعد از این همه چیزایی که این الان نگاه کنید، شما چند روز پیشم این میگه به دانمارک پرید و نرفت دانمارک هم با اونا صحبت کنه. شما ببینید این از روزی که آمده، کسی که میگه من خدای اسرائیل هستم، کسی که میگه من کینگ سایرس هستم همون کوروش،
ببینید دو تا کشور رو این نتونسته بیاره نزدیک هم، رفته سراغ دیکتاتورا و اون کشورهایی هم که با آمریکا دوست بودن، اینا رو هم آزرد خاطر و به گوشهی به کناری زده. recession fears، این ترس از recession یا همون رکود اقتصادی. خب اینجا اینو یه دوستی برای من فرستاد، حقیقتش نخوندمش، حالا اینجا با هم میخونیم. میگه تقدیر روب پهلوی از تئوریسین تجزیه ایران. چند روز پیش برنارد لوئیس، یهودی آمریکایی انگلیسی که به سبب ارائه طرح تجزیه ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به دشمن شماره یک ایران معروف شده بود، به هلاکت رسید. نکته قابل تأمل اینجاست که روب پهلوی که خود را وارث تاج و تخت شاهان رژیم پهلوی می‌داند، از این شخصیت ضد ایرانی به عنوان استاد بزرگ و برجسته خود نام برده است. این را هم به اصطلاح این بر اونور فرستاده بودند و به دست بنده هم رسید که با شما در میون بگذارم. و اما اینم اینجا یه چند تا عکس دیگه باز باقی مونده نشون بدم. میگه که باز همین رضا تنبل، رضا پلوی. چرا میگیم پلوی؟ خب فامیل اینا قلابیه و اینایی که میگن رضا شاه شناسنامه رو آورده، من حتی از اون آقایی که یک کاری بود، وزیری بود، چیزی بود، توی مهمونی دیدم، میگم آقا شما میگید رضا شاه فامیلش میرپنج بوده. خب کی فامیل رضا شاه رو نوشته بود شناسنامه داده بود دستش میرپنج، که بعد این اومد رفت فامیل یک کسی دیگر رو به زور از اونا گرفت؟ یعنی اونا هم فامیل داشتن. همش اینجوری نبوده که ما مثل عربا باشیم حسن احمد صباح، حسن احمد نصرالله، هی اسم پدر و جدش بگن. ولی متاسفانه اینها چون برای هم دروغ گفتن، دیگه توی این دروغها غرق شدن. رضا پهلوی میگه پدرم بر این باور بود که ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. ببینید حرفای ضد نقیز. از اون ور میگن انقدر پدر ایشون فوری دموکراسی و آزادی آورد که مردم آموزش ندیده بودن. بعد پدر تو میخواد به مردم آموزش بده؟ پدر تو که 37 سال پس از پدر خودش به عبارتی 57 سال کاری کرد که خود شماها اذعان دارید که مردم احمق شدن و آخوند رو در ماه دیدن. باز دوباره چی میشه دوستان؟ نمیخونه. این مزخرفات با مغز با عقل جور در نمیاد. یکی دیگر از نمونه های دموکراسی محمد رضا پهلوی، اینجا نوشته خائن، کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و کشتار مخالفین از هر گروه بود که آغاز و تا سال 1357 ادامه داشت. ادامه دموکراسی محمد رضا پهلوی همچنان در رژیم آخوندی ادامه دارد و چنانچه باز ملت فریب رضا پهلوی خائن را بخورند، دموکراسی پهلوی و آخوند ادامه پیدا خواهد کرد. اعضای هر گروه مخالف سلطنت تیرباران می شوند. یکی به این رضا از هول بگه نگاه کن، این عکس رو نگاه کن شما، ببین چجوری اینا رو به شوب می بستن و به اصطلاح اونا می رفتن تیرباران می کردن اینها رو. این یکی هم فکر کنم آقای حسین فاطمی باشه. در هر صورت دوستان اینجور نبود که 22 بهمن خمینی بیاد و ما ملت شریف با سواد بی سواد بشیم، ما ملت فرزندان کوروش یه دفعه بشیم فرزندان علی و حسین و حسن و الی آخر. این رو هم داشته باشید. این عکس رو خود اینها فرستادن حالا اینجا به عنوان افتخار. ببینید اصلا نوشته پهلوی دات ایران، اون بالا اینجا رو میگم، این بالا عکس از تلفنش گرفته موقعی که میگه بعد از ظهر دیروز زلزله شاهرود را تکان داد، یک شنبه 18 آذر ماه 1341. دوستان یعنی تا 16 سال قبل از انقلاب بخونید نخست وزیر در سمینار مربیان سپاه دانش گفت تعداد بی سوادها وحشتناک است. حالا خودتون از خودتون سوال کنید
چی شد اون 2500 تا دبستانی که قرار بود به عنوان برکت 2500 سال شاهنشاهی در ایران بسازن، چرا نساختن؟ چرا معلم استخدام نکردن؟ چرا معلم پرورش ندادن؟ چرا به معلم ها حقوق ندادن؟ چرا بچه های مردم را از شهر برداشتن فرستادن تو ده؟ که اون بچه 18-19 ساله که 3 ماه رفته بود آموزش نظامی دیده بود، 3 ماه آموزش دیده بود، حالا یا سپاه بهداشت باشه یا سپاه دانش باشه یا سپاه دین باشه، بره تازه خود اونم بعضی هاشون توی دهات دیکتاتوری کنن، به مردم ده زور بگن. اشتباه بود عزیز من. بله، اینم از این. چتربازان در حضور شاهنشاه در نبارد شدید سربازان ارتش فرانسه و الجزایر و اینها. و بریم ببینیم بعدش چی نوشتیم یا چی گذاشتیم. اینم جالبه، این کاریکاتوری که من اینجا دیدم، بذارید براتون همش رو نشون بدم. بله، میگه که این آقای هوشمند خلیلی، نمیدونم حالا ایشونم فامیل خلیلی های هست تو شیراز که فامیل ما هستن، الان این دیگه سعید افتاده رو زمین داره میخنده. نه بابا والا هستن، من اصلا با شهاب خلیلی هم کلاس و هم سن و اینها بودم و هیچ خبری هم دیگه ازشون ندارم. بگذاریم، نمیدونم این فامیل ما و خلیلی های شیراز، اصلا بابا باغ خلیلی داشتیم؟ میگی نه، از این آقای اکبری سال، از خوشنودی سال. و یا اینکه خلیلی فامیل این آقای شرکت کتاب بیژن خلیلی که اونها یهودی هستن. میگه که impeach Donald Trump, let's make America great again. یه ویدیوی هست بهتون نشون میدم، وقتی که دونالد ترامپ شارلاتان 34 سالش بوده، یعنی 40 سال پیش این مصاحبه میکرده و اون موقع میدونید با تقلب با دروغ به این رادیو به اون تلویزیون زنگ میزده که مصاحبه های رو مجانی انجام بدن با این. توی یکی از مصاحبه ها اون خانمه بهش میگه شما که خیلی خوشتیپی و فلان و اینها، چرا رئیس جمهور نمیشی؟ و اگر رئیس جمهور شدی دوست داری چه کار کنی؟ همون موقع هم میگه من میخوام آمریکا رو برسونم به اون عظمت گذشته. دوستان یعنی فکر نکنید این میگه عظمت قبل از اوباما، فکر نکنید این میگه عظمت قبل از بیل کلینتون. این احمق خودش هم نمیدونه چه عظمتی، عظمت کشتار سرخپوستا، عظمت جنگ داخلی، عظمت این ماجرای به اصطلاح نژاد پرستی آمریکا، عظمت بردهداری، چه تاریخی. اونایی که میرید 40 دلار میدید کلاه این احمقو مثل دلغک بر سر میگذارید، از خودتون سوال کنید. Let's make America great. البته میگه make America great again که اینا بهش میگن MAGA. MAGA. چه زمانی؟ آقا شما بگو من ابرویج. اولا کدام احمقی میخواد زمان رو ببره به عقب؟ خب شارلاتان ترامپ. ولی کدام احمق‌تری میدونی؟ من چون موتور سوار بودم به خودم اجازه میدم، میگن آدمایی که موتور سوارن احمقن، اون یکی که پشت سرش میشینه از اونم احمق‌تره. ترامپ شارلاتان و احمقه، شمایی که دنبال روش هستید احمق‌تر از اون هستید. شما به این و اون با این کلا که میذارید سرتون میگید که هی نگاه کن من از ترامپ احمق‌ترم، من از ترامپ نژاد پرست‌ترم، من از ترامپ دروغگوترم، شیادترم، شارلاتان‌ترم. در صورت این یکی از بهترین کاریکاتورهایی بودی که من دیدم. میگه impeach Donald Trump, make America great again. دونالد ترامپ رو استیزاه کنیم تا آمریکا دوباره برسه به اون جای خودش. کدوم جای خودش؟ قبل از ترامپ. اون ویدیو رو بهتون نشون میدم. خب دوستان عزیز بریم عکسای دیگر هم ببینیم. بله، اینم که اون روز گفتم بهتون آمده بود مثل دلغک واقعا رنگش کرده بودن. روز بعد از همون شوتینگ
که این چشمش و اینا رو سرخ کرده بودن، این لبش ماتیک نمیدونم پود زده بودن، هرچی آمد بعدش هم افتضاح‌ها یکی پس از دیگری که رفت و دیدید توی به اصطلاح بیمارستان چی گفت. همین دو سه روز پیش میگفت دکترا اتاقهای عمل رو رها کردن که اومدن من رو ببینن، در صورتی که حتی اون 8 نفری که تو بیمارستان بودن شوت شده بودن، بهشون شلیک شده بودن، گفتن ما نمیخوایم این مردک رو ببینیم. و اینو زنش رفتن یه خانواده بدبختی که یه بچه‌ای بابا و مامانش کشته شده، بچه اونو بغل کردن و اصلا شما نمیبینید که اینها متأثر باشن، خوشحال عکس گرفتن. اینجا میدونید میگن چی بهش میگن که یعنی پوز میگیری، فوتو آپ یعنی همون فوتو اپورتونیتی، یه چیزی اینجوریه که شما میری وای میسی مثلا با فلانی عکس میگیری. این اونجا وایساده فوتو آپ با اون 5 نفری که دورشن. خب اینم نخست وزیر جدید بریتانیا رهبر حزب کارگر را به رشوه‌گیری از تلویزیون وابسته به جمهوری اسلامی، اینا همه رو بهتون نشون دادم، فقط میخوام پاک کنم. و چون رسید به اول گفت که به پایان آمد این عکس ها، حکایت همچنان باقی است. من این فولدر یا پوشه رو پاک کنم. بهتونم یه بار گفتم که ما ایرانی ها هنوز به اصطلاح پوشه و فولدر و فایل و اینها رو قاطی میکنیم. فایل یک کاغذه، بعد اگه گذاشتیمش توی فولدر اون پوشه است. بله، میگه که فامیل خانواده محمود نویسنده پهلوی بود که رضا شاه آن را گرفت و وقتی به محمود گفتن یک فامیل دیگر واسه خودت انتخاب کن، ایشان لج کرد، گفت همان اسم کوچکم فامیلم باشد. خب حالا شما بیا به ما بگو آقای اکبری، اینا که اومدن میگن وجود و پیدایش دانشگاه در ایران به همت رضا شاه بوده، دروغ محض، در صورتی که اون دانشگاه بزرجمهر بزرگمهر فلان اینا قبل از اصلا این ماجراها از کشورهای دیگه میومدن اونجا درس میخوندن. خب نمیدونم هر چیز دیگه ای رو که اینا میگن اینا آوردن، که تازه آورده باشن، دندشون نرم، وظیفه‌شون بوده، حقوق گرفتن، خوردن، خوابیدن، تا 100 تا نمیدونم پشتشون الان دارن اینجا مجانی خوش میچرخن. بله، دست ممنونم که شماها هستید و به اصطلاح اگر جایی من کم میارم شما با اطلاعاتی که دارید من رو یاری میکنید. میگه که مقام آمریکایی گفت هر کسی به نفتکش ایران کمک کند سخت تنبیه و تحریم می شود. اینا حریف این جبل و طارق و نمیدونم این کشورهای جیبوتی میبوتی نشدن، حالا وایستادن اینجا پوز در می کنن. آقا کشتیه رو آزاد کردن بدونی هم که به شما بگن کجا داریم میریم، راه افتادن رفتن. چه مزخرفی که داری میگی هر کسی کمک کند تنبیه می شود. اینم کشتی، حالا نمیدونم عکس خودمونه یا عکس دیگریه. میگه که وقت اینایی که این حرفا رو میزنن اسمشون هم نمیگن، حتی اینقدر خودشون ترس و وحشت دارن. یک مقام ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد هر شرکت خصوصی که به نفتکش ایرانی آدریان دریایی 1 حامل 2.1 میلیون نفت خام کمک کند سخت تنبیه و تحریم خواهد شد. نفتکش آدریان دریای 1 یا همون گریس 1 سابق هفته گذشته پس از 6 هفته توقیف در جبل الطارق با حکم دادگاه این منطقه آزاد شد، اما همزمان آمریکا حکم توقیف آن را صادر کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده است به خبرگزاری رویترز گفت که آمریکا همچنان خواهان توقیف این نفتکش است. این مقام تایید کرد که بخش کشتیرانی زیر ذره بین است و آمریکا قاطعانه تحریم‌های خودش را اجرا می‌کند. دوستان این میشه چی؟ این میشه بی احترامی آمریکا به قوانین کشورهای دیگه. یعنی درست همون کپیتالیسیونی که بود و گفتن برچیده شده و اینها، آمریکا هنوز اون رو داره توی دنیا اجرا میکنه. ضمناً سائقه در لهستان جان 5 نفر رو گرفت. همین آمریکا نشون میداد یه نفر توی بارون
داره با یه چتری راه میره، بعد یه رعد و برق یا صاعقه ای زد و به اصطلاح چنان آتش از زمین بلند شد که این چتر از دست این بنده خدا پرت شد بیرون. خود ما یکی از فامیلامون، یک پسر رشید شیرازی رو به اصطلاح در همین ماجرای صاعقه از دست دادیم. اونایی که سرباز بودن میدونن توی سربازی یه ظرفی به شما میدن بهش میگن یغلبی. نمیدونم این یغلبی ترکیه به چه زبانیه، گرچه اگه ترکی بود لابد این دوستان ترک میگفتن یغلبی. خلاصه این بنده خدا گویا داشته نهار از آشپزخونه یا از هر جا که سهمیه میگرفتن، میدونید تو پادگان ها، اون وسط پادگان که جای رژه و این چیزا بود هیچی نبود، این داشته راه میرفته، صاعقه زد و این جوان 19 ساله 20 ساله فوت شد. خدا رحمتش کنه و به پدر مادرش هم، پدرش هم بیچاره فوت شد، آدم بسیار خوبی هم. کره شمالی گفت پمپئو گستاخ و زهر حلاحل دیپلماسی آمریکاست. این پمپئو یا پوتیتو، اینجا بعضی ها بهش میگن پوتیتو، شیرازی ها بهش میگن پمپ او، یعنی پمپ آب، واقعا هم مثل پمپ آبه. وزیر امور خارجه کره شمالی همتای آمریکایی خود را زهر حلاحل دیپلماسی ایالات متحده خواند. مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی از زمان دیدار سران دو کشور در هانوی در ماه فوریه گذشته تا کنون در بن‌بست مانده است. در تاریخ 30 ژوئن گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان دیدار در نقطه مرزی بین دو کره قول دادند که مذاکرات بین دو کشور را از سر بگیرند، اما وزیر امور خارجه کره شمالی اکنون همتای آمریکایی خود مایک پامپئو را متهم می‌کند که سایه سیاه روی مذاکرات دو کشور انداخته است. ماشاءالله چاق هم هست، احتمالاً سایه‌اش هم پت و پنه. خب اینم از اینو. بعد میگه که دست نوشته ایم از یک ملوان روس پس از نیم قرن از آلاسکا سر در آورد. یک معلم آمریکا نامه ای را در درون یک بطری که بیش از نیم قرن در دریا بود پیدا کرد. میدونید که این رسم بوده اون وقتا، بعضیا می نوشتن حالا یا کمک یا خاطراتشون هرچی و توی دریا توی شیشه‌ای مینداختن و بعد از مدتی این شیشه ها پیدا می شده این ورور. این یکی هم میگه توی لهستان پیدا شده. خب ببینیم که بعد از این ماجرای کشتارهای دست جمعی توسط جوانان آمریکایی که فریب میخورن، حرف ترامپ رو گوش میکنن، حرف این تندروهای نجات پرست رو گوش میکنن، پلیس شهرها و ایالات مختلف یه مقداری فعال شدن و یاد گرفتن چجوری اینها رو پیگیری کنن. و اینجا میبینید که الان توی چند روز گذشته 30 نفر جوونه از 13 ساله که اتفاقا دختر و اینا هم داخلشون هست، از 13 ساله تا 30 ساله رو دستگیر کردن و خانواده اینها مثل بارون بهار اشک میریختن که بابا این نمیفهمه، این فکر میکنه کشتار و اینها گیمه چنین و چنان. و پلیس هم میگه که شماها کوتاهی کردید، به بچه هاتون تو خانواده یاد ندادید که این کشتار ویدیو، هی تو میکشی برنامه رو خاموش میکنی روشن میکنی دوباره همه زنده هستن، این بازیه. وقتی رفتی توی مدرسه ای، تو کلیسایی، تو والمارتی زدی کشتی، اونا دیگه زنده نمیشن و تو هم نمیتونی بری با دوست دوباره گیم رو روشن کنی. شما یا میکشنه یا زخمی میکنن میرن بیمیری بیمارستان یا با سلام و صلوات میری زندان. و اما از طرفی حتما شما هم همین امروز من دیدم این آقای تبریزی برای من پیغام گذاشت و این تلفن ناخلف ما پیامی به ما نداد. گفتین مگه میشه؟ رفتین گفت آهان شما پیامگیرت رو ست نکردی. میگم خب جونور تو برای من بفرست که یکی پیام گذاشته وقتی میخوام گوش کنم اون وقت بگو ست نکردی. دوستان این کارهای تکنیکی و اینها دارن به بن‌بست میرسن. من بهتون گفتم ماجرای این تلفنمون که عوض کردیم و اینها، یک مشکلی پیش آمد با
گوددی که مال وبسایتمون اینها هست، به پسره میگم آقا تو به من میگی عکستو بفرست با عکس گواهینامه‌ت. خب این چه چیزی رو ثابت میکنه؟ اگه شما میگی من نیستم، حالا از کجا عکس منو داری که با این نگاه کنی؟ خلاصه بهشون گفتم بابا جون شما برو نگاه کن در بانک، در اداره هوملند سکیوریتی، در FBI و اینها، اینایی که میخوان هک کنن به سادگی میرن هک میکنن. حالا شما هی یقه خود منو گرفتی، هی هم میگی برای اینه که شما برای امنیت خودتونه. آقا مردشون این امنیت رو بره که شما دارید من اینقدر اذیت میکنی. امروز بعد از اینکه ما این پیامگیر تلفن جدیدمون رو ست کردیم و درست کردیم، دیدیم ای داد بیداد، ما این تلفن رو از 5 آگست گرفتیم، از 6 آگست تا امروز 8 پیغام رو اون تلفن بوده. و به این دوستامون گفتیم که بابا اینا ما نگرفتیم و تماس گرفتیم و اینها، با آقای تبریزی هم صحبت کردیم و شماره تلفن جدیدمون داره بمانه. و اتفاقا آقای تبریزی گفت این شماره تلفن خوبه، 703 که مال ویرجینیا هست، 59 شماره مردا هست. گفتم من تا امروز هم چیز نشنیده بودم، شنیده بودم مثلا اون نمیدونم 101 مال ابجده، اون یکی مال یا علی 110 فلان اینا، ولی نمیدونستم. میگه 59 شماره مردا هست، نمیدونم 58 شماره زنا هست. حالا حتما نشستید تو من همه شماره رو بگم؟ نه، اون شماره شخصیه، اون شماره مال خودم هست و خانواده و دوستان. شما هم درسته که دوستان ما هستین، برای شما شماره گذاشتم، الانم میاد اینجا با این شماره تماس بگیرید. و از اون دوست و همشهریمون هم میخوام که وقتی تماس میگیره شماره تلفنشو بگه تا من براش آدرس جدیدمون رو تکس کنم. و به این امید که امروز اول شهریور هست و چند ماهی هم از ایشون خبر نداشتیم و اینها، ایشون اگر مایل باشن حمایت کنن مثل گذشته. خب دو تا از این پیامایی که برای من گذاشتن اینایی بودن که به شما زنگ میزنن میگه اداره دارایی یا مالیات بر درآمد اعلام کرده که شما بدهکاری و اگر فوری زنگ نزنی شما رو دستگیر میکنن. دوستان هول نشین، به اینا اصلا زنگ نزنید. اینا اینجا بهش میگن اسکم، یعنی کلک، هیله، بهش میگن هوکس، بهش میگن فیشینگ. به اینا تماس نگیرید. بعضی ها هستن زنگ میزنن، گوشی رو میذارن، شما به اون تلفنی که زنگ میزنی تلفنت چارج میشه. حالا یعنی چارج نه که شارژ، ایرانی ها ازت پول میگیرن. حالا شما باید بیای بشینی زنگ بزنی به اونا بگی آقا من این تلفن رو نزدم، این مال من نبوده، چنین و چنان. بهترین کار اینه که اگر کسی زنگ میزنه پیام نمیذاره، شما بهش زنگ نزنید somebody called me it was you، بعد هم این $90 چارجت میکنه. اینم از این ماجرا. دوتا از این پیام ها این بود که با IRS با این شماره تماس بگیر. معمولا هم اون وقتا لهجه ها هندی و نیجریایی اینا بود، الان یکم بهتر شدن، یه پولی میدن به یه خانم آمریکایی و اون خانم این پیامو میخونه و شما فکر میکنید این از IRS Internal Revenue Services یعنی مالیات بر درآمد. زنگ میزنی بهت میگه که شما سال گذشته 4 سال گذشته $2000 بدهکاری و اگر تا شب پول ندی فردا میان میبرن زندان. و شما باور نمیکنی چه دوستایی من تو مهمونی ها میبینم، طرف دکتره، طرف مهندسه، طرف بیزینسمنه، تاجره، مغازه‌داره، اینا گول اینو میخورن، فریب اینو میخورن و میرن پول میدن. به یکی از دوستای خوب ما که تو کار رستوران هست زنگ زده بودن، گفته بودن پول برق رو ندادی امشب قطع میشه. این بیچاره میگه آقا ما از اول هفته تا آخر هفته چشم میاریم جمعه و شنبه. این جمعه هست به من زنگ زده، به شرکت برقتون زنگ بزنید. اینا معمولا یه وقتی زنگ میزنن که شما اگه زنگ بزنی شرکت برق ممکنه نباشه. آقا خانم شرکت برق و اینا این کارو نمیکنن، 10 روز 5 روز اخطاریه میزنن، در خونت میزنن، میگن ممکنه این تصادف کرده باشه، تو بیمارستان باشه، میگن این ممکنه مسافرت رفته باشه، خارج از کشور باشه. ندارن همچین چیزی که بیان برق شما رو قطع کنن، مگر اینکه بارها وارنینگ و نوتیس و هشدار و اخطاریه داده باشن، شما پشت گوش انداخته باشی، اون وقت میان برق تو قطع میکنن، کنترلت هم میبرن. بمانه میگه که 11 نفر arrested in LA، این شهر فرشتگان. حالا ببینید شهر
چه آدمهای بدی شده. میگه توی اینجاست، براتون بیارم کامرای دو. 11 نفر در لس آنجلس، میگه 11 تا بازداشت شدن، 80 نفر چارج شدن. چارج شدن بعضیا شما متهمی، دستگیرت نمی کنن، بهت میگن که شما این جرمته، فلان روز بیا دادگاه. ولی بعضی ها متهمن، جرمشون بالاست، اینا رو دستگیر میکنن چون اینا شانس فرار دارن. میگه این مسیو ایمیل اسکم، مانی لاندرینگ نتورک، شبکه پولشویی. و میگه that took millions from a victim، میگه که شبکه پولشویی که میلیون ها دلار از مردم به اصطلاح اینها کلاهبرداری کردن. نمیدونم میشه بگیم اخاذی یه جایی که مثل به زور یا به تهدید بیان بگیرن، ولی این کلاهبرداریه. در صورت آخرش یکی، آخرش اینه که پول شما میره توی جیب این شیادان. و اما حتما شما شورای ملی ایران یادتونه، ایران نشنال کانسل، شورای ملی ایران. از بس شورا داریم، از بس انجمن داریم، از بس جنبش داریم، به نظر من بهتر اینا شماره‌ای باشن. یادتونه یه جوکی میگفتن تو ایران، میگفتن یکی آمد به اون یکی گفت 14، همه شروع کردن خندیدن، طرف گفت آقا 14 که خنددار نیست. گفت نه آقا اینا یه مشتی دور هم جمع میشن. از بس جوکاشون تکراری شده فقط شماره میگن دیگه، طرف میدونه جوک شماره 14 مثلا اون الاغیه که رفته بالای پشت بام، شروع میکنن خندیدن. شما دوستان فکر نمی کنید این شورای ملی ایران، این شورای ملی مقاومت، این جنبش ایکس، جنبش وای، فلان، اینها مسخره و جوک های شماره‌ای بیش نیستن. مثلا این یکی آمده نوشته که ایران نشنال کانسل فور فری الیکشنز. آخه اینو چند ساله این رضا پهلوی شیاد و طرفداران و هواداران از خودش بی سوادتر هی میگن رفراندوم و انتخابات آزاد. میگن مثل کدوم کشور که دیکتاتور بوده حالا تصمیم گرفته رفراندوم آزاد بذاره، اونم به شما گفته بیا شما مسئولش باش، شما سرتو مثل استاب بکن توی این قطعه انتخابات که دوستان شما بیان بیرون. به من بگید کدوم کشور رفتن که اسمش رو بیارن، همونجوری که رفتن دنبال به اصطلاح دیپلم شاه و هنوز نیاوردن. خب یه خبری براتون بخونیم که اونایی که بی شوهرن درد اوناست، اونایی هم که زن ندارن به اصطلاح چیز هست. شما دیدین توی عروسی ها، آخر عروسی ها اون عروس دستگلی رو که از اول برنامه دستش بوده تا اون آخر میچرخه پشتش رو به دوستان همسن و سال خودش و اونایی که شوهر ندارن، این دستگل رو پرت میکنه بدون که ببینه و هر کسی این گل رو گرفت میگن این عروس بعدیه. دیدید یا نه؟ هفته پیش یک ویدیویی آمده بود که یک آقایی این کار رو انجام میده و اونایی که پشت سرش بودن که مجرد بودن، این دستگل وقتی در هوا هست داره میاد، اونا فرار میکنن. یعنی برعکس خانوما که با هم دعوا میکنن اون دستگل رو بگیرن، آقایون از ازدواج فرار میکنن. اونو داشته باشید تا بیایم اینجا. اعتراض به خاطر بیشوهری، بذارید من اینو براتون بزنم به اینجا. و این رو هم میگه که مال بلژیکه. اینجا کامرای دو، اینا رو هم ببندم فعلا، اونا استراحت کنن. بیایم اینجا. میگه اعتراض و راهپیمایی دختران بلژیکی به خاطر بیشوهری. طی دو سال گذشته دختران کشور بلژیک به دلیل آمار بسیار پایین ازدواج در کشورشان اقدام به اعتراضات خیابانی کردند. بعد اونجا هم زیرش نوشته که بلژیوم officially the kingdom of Belgium is a sovereign state of Western Europe. بعد توضیح میده راجع به اون کشور و اینها. و اینه یه عکسشه، اینم عکس دیگرش هست که میگه دختران بلژیکی طی اقدامی برای مجرد ماندن و بیشوهری و کمبود شوهر راهپیمایی کردند. بابا برای مجرد ماندن راهپیمایی نکردند.
برای ازدواج راهپیمایی کردن. این چه نوشته غلطیه؟ این تظاهرات در 2 سال اخیر همه ساله تکرار می شود. دیگه وقتی میگی 2 ساله دیگه لازم نیست بنویسی همه ساله، حالا هر ساله بنویسی درست نره، خیلی غلط می نویسن. در 2015 و 2016 نیز دختران و زنان به خاطر کمبود شوهر دست به اعتراض زدند. دختران مجرد با دستگلهایی در دستانشان و لباس عروس به خیابان آمدند. خب در کشورهای اروپایی پسران فقط با دختران مدتی دوست می شوند و بعد از سوء استفاده های جنسی آنها را رها می کنند و همین امر باعث شده که آمار ازدواج در اروپا به طرز چشمگیری کاهش یابد. این موضوع نگرانی هایی برای دختران به وجود آورده است. مثلی است معروف، میگن کسی که شیر مجانی بهش بدی گاو رو نمیخره. این بین مردا و پسرای هست که میخوان مجرد بمونن. از اون ور خانم ها میگن که کسی که میخواد یه سوسیس داشته باشه نمیره یک خوک رو بیاره و ازش نگهداری کنه. اینم اون طرف ماجراست. این جوکای بدی هست که این ور ور هست. میگه که دیگه اینا حوصله فارسی نوشتنشون تموم شد. بنج یانگرن پروتست بیکاز اف لک اف هازبند. دیگه همون نوشته دختران یا زنان، اینجا نوشته گرلز ولی زنان بلژیکی به خاطر نبود شوهر به اصطلاح دست به تظاهرات زدن که اینها رو خب این آخونده را بندازن پسرای ایرانی رو اونجا و یک معامله هم میشه برای اونا هم بشینن هی عقد و ازدواج کنن. این دوست ما هم که اینجا هست محلل باشه، هر وقت اینا به هم زدن و چیز شد به اصطلاحشون بره صلحشون بده. آسیب شناسی اجتماعی، من این رو براتون بخونم. این یه چیزی بود که توی بی بی سی بود و نمیدونم چرا اصلا تیترش آسیب شناسی اجتماعیه، وقتی که این خبر درباره گندم و ترکیب فضولات حیوانی با گندم هست. میگه مدیر قله شهرستان گنبد کاووس ایران و برخی از کارکنان سیلوی این شهر در استان گلستان بازداشت شدند. اتهامی که دادگستری این استان علیه این افراد اعلام کرده کسب درآمد میلیاردی از طریق ترکیب فضولات حیوانی با گندم است. خبرگزاری میزان با استناد به هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان از رواج این فساد شبکه‌ای در یک ماه گذشته نوشته و افزوده تاکنون 200 تن از این گندم‌های آلوده در 14 کامیون شناسایی و 9 نفر دستگیر شدند. از یه طرف خبری داشتیم که 2 تا از نمایندگان مجلس هم دستگیر شدند. اینها همش نویده که خود اینها افتادن به جون هم. یادتونه آخرای دوره شاه، امروز نخست وزیر رو میگرفتن، فردا آقای نصیری رو میگرفتن و این نشون میده که وقتی اینا خودشون رو در خطر میبینن دوستان نزدیک خودشون رو هم، اینجا میگن میندازن زیر اتوبوس، یعنی اونو میندازه زیر یا میندازه به دست مخالفین و خودشون در میرن. ما 2 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود و این هم اون ویدیو نواریه که ترامپ گفت که اینجا نوشته پرزیدنت ترامپ says he's the chosen one to lead trade war against China. اون ماجرای chosen one اگه دیده باشید شنیده باشید، من بارها گفتم که این دوستان کلیمی ادعا میکنن که خدا فقط قوم یهود و قوم کلیمی رو انتخاب کرده که اینها برن به اصطلاح بهشت و اینها. دوستمون از خلیج فارس یه ویدیوی فرستاده راجع به دزدی آمریکایی‌ها از عراقی‌ها که هممون اینها رو دیدیم و جای تأسفه، جایی که جورج بوش بی سواد و احمق گفت ما می‌خوایم بریم دموکراسی ببریم به عراق، چه کار کرد؟ با توپ و تفنگ رفت اونجا و وقتی دسترسی پیدا کردن به قصرها و به اون جایی که پولای مردم بدبخت عراق توسط صدام جمع‌آوری شده بود اینا دزدیدن و اینها بردن. برید ویدیوهای قبلی رو ببینید و مثل اون
خانم نادان مجاهد نباشید که با دیدن یک ویدیو به قول دوستمون خیلی قشنگو گفت شما نمیتونی بشینی پشت تلفن و دیگران رو متهم کنی، نمیتونی تنها بری قاضی و برگردی راضی. من درباره واحد پول جدید ایران هنوز خبر موثقی نگرفتم، شما چی میگین؟ میگن میخواد 4 تا صفرشو بزنه واحد پول بشه تومان. میدونید وقتی یه واحدی هست بعد باید مثلا یورو، مثل دلار که جز هم داره پول خورد هم داره، اینجا سنت هست اونجا سنت هست، میگن اون واحد کوچیکش رو به نام پول خورد کشور رو به نام پارسه انتخاب کردن. نمیدونم این تصویب شده یا نه، اگه شما میدونید بگید و گوش کنید. یه دوستی آقای آریانپور یه ویدیویی رو فرستاده که نوشتن که ما احتیاج داریم به افرادی مثل ایشون که در ایران باشه و اجازه بدیم من بهتون نشون بدم یه قسمتی از این ویدیو رو، و گویا از این افراد خیر در ایران کم نیستن. ما همش خبرهای دزدی و به اصطلاح کلاهبرداری و آقازاده ها و آخونده ها و دستندرکاران رو میبینیم و این معمولیه، همیشه خبرهای بد پخش میشه، خبرهای خوب کمتر پخش میشه، ولی یه کارای خوبم داره انجام میشه. یکی از اونها این آقاست که بله این تعریف میکنه که میگه من دست فروش بودم و نمیدونم کفش واکس میزدم و اینها، ولی گویا الان استاد دانشگاه هست و میگه من جایی رو که دنیا اومدم، شهر رو، اون محل رو فراموش نکردم، برگشتم اونجا و کارگاه‌هایی درست کردم، مرد به اصطلاح زنهایی که بیکارن بی سرپرستن سر کار گذاشتم و الی آخر. اینو میخوام براتون یکی دو دقیقه پخش کنم، اولش هم میاد با شعر زیبایی. 15 دقیقه در خدمت شما. خیلی متشکرم. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم ز نامت باز شد. دفتری که از نام تو صورت گرفت، کار آن از عرش بالاتر گرفت. من علیرضا نبی هستم، زاده حاشیه شهر مشهد، قلعه ساختم، روزان فروش بودم و واکسی. همون زمان هم با خودم عهد کردم که اگه یک زمانی به جایی رسیدم، از اون جایی که زندگی کردم و از اون جایی که بودم و رشد کردم. خب این 15 دقیقه است، ولی چون اسمشو گفت شما برید علیرضا نبی، اگرم پیدا نکردید بگید من براتون بفرستم، و من از این ویدیوها اینجا کم ندارم و خیلی هم خوشحالم که کم نیست و هستن چنین افرادی که فقط به فکر به اصطلاح سوء استفاده نیستن، بعضی هم به این فکر هستن که به جامعهشون خدمت کنن. آقای اکبری که معمولا بیشتر سرش تو خبرها هست و اینها، میگه کم کردن صفر یا حذف صفر، کم حذف صفر هنوز تصویب نشده ولی ریسک بزرگی است. در ترکیه موفق بوده، ایتالیا هم میخواست این کار رو انجام بده که یورو آمد. من فکر کنم کشورهای دیگه هم این کار کردن، بعضی هاشون موفق شدن بعضی هاشون نشدن. امیدواریم که ایران این کار اگه انجام میده موفق بشه. دوستان عزیز، از این که با تلویزیون مردم بودید ازتون ممنون و متشکرم. برنامه های سلبی با مردم رو میتونید نگاه کنید، اونایش که یوتیوب اجازه داده و اونجا گذاشتیم و بعد از 5 سال ور نداشته و فلان اینها، برمیگرده به سال 2003 که ما این تلویزیون رو به عنوان اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان آغاز کردیم و باز کردیم و تا امروز هم با حمایت شما دوستان، چه اونهایی که برنامه میذارن و حمایت میکنن، چه افرادی که برنامه ها رو تماشا میکنن، شما هم حمایت کنید که ما به این و این آویزون نشیم، مثل مجاهدین یه روز آویزون صدام باشیم، یه روز آویزون خمینی باشیم، یه روز آویزون کینگ آف جردن باشیم، یه روز آویزون عربهای سعودی باشیم. خب من برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. فردا شنبه و پس فردا یک شنبه اینجا گویا هوای بسیار خوبی قرار است داشته باشیم. اگه اهل مشروب هستید، مشروب نمیگیم نخورید، ولی اگرم میخورید
زیاد خوری نکنید و که به بیمارستان و زندان و قبرستان منتهی نشه. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدار دوشنبه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون برنامه های دیگران رو که یا دوست دارید یا میخواید ازشون انتقاد کنید نشون بدید با هزینه بسیار کمی، که همین خرج کم ما رو بتونه کاور کنه که ما همه رو نخواهیم به اصطلاح بارش رو دوش خودمون باشه. مرسی مرسی مرسی.